Je pense que cette culture du compromis, j'ai beaucoup appris sur ce point de la chancelière Merkel, est très importante. شب گذشته رئیس جمهور فرانسه به مدت 2.5 ساعت سخنرانی و پرسش و پاسخ با روزنامه‌نگاران را در کاخ الیزه برگزار کرد. مخالفان آقای مکرون چه حتی قبل از شنیدن سخنان وی و چه سپس بعد از پیشنهادات او صدای مخالفت خود را از جمله امروز بلندتر ساختند. دیروز مراسم سالگرد نسل کشی ارامنه که در سال 1915 اتفاق افتاد، اگر در سراسر جهان در صدر خبرها بود، جمهوری اسلامی ایران در تزلزل سیاسیش در برابر ترکیه به این مهم انسانی و از آن سو ضد انسانی نپرداخت. در عوض سالگرد حادثه طبس که هنوز هم طوفان شن و ده‌ها خبر متصل به آن در مد و نظر تردید قرار دارد، اینک این پرسش را هم اضافه کرده که اگر هواپیما هم آنجا نشسته بود، چگونه گروگان‌ها با کمک چه کسانی از تهران تا طبس برده می شدند. تهران موشک‌های جدید خودش را به گفته پرستیوی به نمایش گذاشت و اگر تحریم‌های خریداران نفت از ایران به طور آشکار و علنی جدی تلقی می شود و روزنامه لیبراسیون این عکس را در تفسیرش از آقای ترامپ منتشر می کند، آقای سید عباس موسوی سخنگوی جدید وزارت خارجه می گوید به عربستان و بحرین و هیچ دولتی اجازه نخواهیم داد جانشین جمهوری اسلامی در بورس فروش نفت قرار بگیرد. برحال چالش ها مشخص و کار قضاوت نباید چندان دشوار باشد. در پی خبرهایی که هفته پیش منتشر شد، اینک مشخص شده جنرال هفتر برای حمله به ترابلوس چراغ سبز امریکا را داشته است. نشریه اوریان دو جور باور دارد که جنرال هفتر هنوز هم دستش باز است و به گفته نشریه امارات متحده عربی و مصر جانبدار جنرال هفتر هستند. دیروز گفته شد چین یک فروند کشتی نظامی فرانسه را که قصد عبور از تنگه تایوان را داشته متوقف ساخته است. فرانسه میگوید کشتی مانند دفعات قبل و یا کشتی های دیگر از آبهای بین المللی عبور می کرده است. ملاقات آقای کیم جونگ اون و آقای پوتین در مسکو تحلیل و تفسیرهای بین المللی دارد. آقای پوتین خطاب به همتای کره شمالی خود گفته است امیدوارم حضور شما در روسیه کمک کند تا راه حل‌های مناسبی را با یکدیگر بیابیم. پاره خبرها میگوید آقای کیم جونگ اون شکایت از آقای ترامپ را نزد آقای پوتین مطرح ساخته است. در امریکا آقای جو بایدن معاون آقای اوباما در دو دوره و خود او که دو بار در انتخابات ریاست جمهوری کشورش شکست خورده، این بار قصد دارد برای بار سوم از حزب دموکرات در انتخابات شرکت کند. ناظران میگویند او در جمع 18 نامزد در حزب دموکرات بهترین مقام را دارد، اما از طرفی آقای بایدن 5 پرونده شکایت از سوی زنانی را دارد که وی را متهم به رفتاری ناخواسته میکنند. به هر حال قطار سیاست هرگز سرعت مشخص و حتی مسیر مشخص نداشته است. 3 ماه پس از سقوط هواپیمای امیلیانو سالا، بازیگر فوتبال، شب گذشته پدر او با سکته قلبی از جهان رفت. پلیس استان پاریس برای 5مین نوبت از ابتدای سال پیکر مردی را در شرق پاریس در رودخانه سن یافته است. و بالاخره حال که با میزان سوختگی کلیسای نوتردام که خوشبختانه بسیار وسیع گزارش نمی شود، اینک کلیسایی در سوریه که منبع الهام سازندگان کلیسای نوتردام در ده‌ها قرن پیش بوده است. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم،
چه سفرها.